مسجد بقیت الله در محله دولاب تهران با قدمت بیش از 755 سال و تاریخی که به حدود 1000 سال قبل می رسد به عنوان نخستین مسجد پایتخت ایران شناخته می شود. این مکان مقدس با کشفیات باستانشناسی اخیر و روایات های محلی نشانی از تاریخ غنی و فرهنگ مذهبی تهران را به نمایش می گذارد. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. مسجد بقیت الله در محله دولاب تهران با قدمت بیش از 755 سال به عنوان نخستین مسجد پایتخت ایران شناخته می شود. بر اساس روایت های محلی تاریخ ساخت این مسجد به حدود 1000 سال قبل برمی گردد و به دوره ایلخانیان تعلق دارد. بررسی ها و کشفیات اخیر در این مسجد که در تاریخ 690 هجری قمری ساخته شده حکایت از اشیاء تاریخی چون پیسوز، سکه و سفال های زرین فام دارد که به زندگی در دوره های گذشته و برگزاری مراسمات مذهبی در این مکان اشاره دارد. این مسجد نه تنها به عنوان یک بنای مذهبی بلکه به عنوان مرکز تجمعات فرهنگی و اجتماعی محله دولاب نیز اهمیت دارد. ساکنان محله از جمله اهالی قدیمی بر این باورند که این مسجد محلی مقدس و دارای برکت است. مسجد بقیت الله با نام‌های مختلفی در طول تاریخ شناخته شده است و هر یک از این نام‌ها داستان و تاریخی خاص را با خود به همراه دارد. این مسجد به عنوان نمادی از تاریخ و فرهنگ غنی محله دولاب و پایتخت نیازمند حفظ و نگهداری بیشتر است تا نسل‌های آینده نیز از زیبایی‌ها و ارزش‌های معنوی آن بهره‌مند شوند.